یه جراح زیبایی که عجیبترین عملهای دنیا رو انجام میده. گلاسیا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با فیلم امریکن مری یا ماری آمریکایی رو ببینیم، محصول سال 2012 که یکی از فیلم‌های اسلشر و ترسناک دنیا حساب شده، نمره خوبی هم گرفته. اینم بگم نمیدونم ویدیو رو چندام آپلود میکنم، ولی توی تعطیلات بهمن ماه متاسفانه نیستم و اینو آماده کردم تو اولین فرصت براتون قرارش میدم. وقتی هم که برگردم پست‌ها طبق قبل ادامه پیدا میکنن. بریم فیلم رو ببینیم، حواستون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنشم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی دختری به اسم ماریو میبینیم. ماری توی دانشگاه تحصیل میکنه و الان هم سر کلاس سو یکی از استاداش به اسم گرانت داره درس میده. یه رفعه گیرینه به ماریو ازش سوال میپرسه، انگاری میخواد زایش کنه، اما خب ماری که درسش خوب بلده همه را قشنگ جواب میده. با پایان کلاس هم تلفن ماری زنگ میخوره و مادر بزرگش پشت خطه. اینجا میفهمیم که ماری به عنوان یه دانشجو اصلا شرایط مالی خوبی نداره و کمک میخواد، ولی خب مادر بزرگش هم نمیتونه زیاد براش کاری انجام بده. وقتی هم برمیگرده خونه کلی دنبال کار میگرده و بالاخره یه جا رو پیدا میکنه. البته که اینجا یه دونه کلاب برای رقصهای برهنه و خب نه حاضر همچی کاری انجام بده. سری به کلاب میرسه و با رئیسش یعنی بیلی ملاقات میکنه. بعدم لباساشو یکم در میاره و خلاصه که بیلی هم ازش خیلی خوشش میاد. اما یه رفعه یکی از همکارش میاد و میگه بیا یه شرایط اضطراریه. بیلی هم نگرانی میره و چند لحظه بعد با عصبانیت ماریو صدا میکنه. اونم خیلی ترسیده اما دنبالش میره و مردی میبینه که حسابی کودکی سرند و صورتش ترکیده. بیلی بهش میگه گفتی که دانشجوی پزشکی، اگه بتونی صورت اینو الان درمانش بکنی من یه پول خیلی خوبی بهت میدم، $5,000. ماری خیلی سریع دست به کار میشه و عمل موفقیت آمیزی رو انجام میده و برمیگرده خونه و حالا خیلی ترسیده و همش میترسه نکنه بیان سراغش و یه موقع بخوان سر به نیستش کنن. چند شب با استرس میخوابه و یه رفعه تلفنش زنگ میخوره، شماره ناشناسی و با نگرانی جواب میده. یه دختری با صدای خیلی نازک و عجیب پشت خطه و خودش رو بیاتریس معرفی میکنه. ماری هم دکتر ماری صدا میکنه. بعدم ازش کمک میخواد اما ماری با بیمیلی تلفن رو قطع میکنه. چند لحظه بعدم تلفنش باز زنگ میخوره و این بار رئیسش تو رستورانی هست که به عنوان گارسون کار میکرد. بهش میگه که از این به بعد اخراجی. حالا ماری بیشتر به هر ریخته چون شدیداً به پول نیاز داره. وقتی داره غذا درست میکنه و زور شده، کسی زنگ خونه‌شو میزنه و باز همون بیاتریسیه که بهش تلفن زده بود. این بار میاد بالا و ظاهرش هم مثل صداش عجیبه، شبیه شخصیت‌های کارتونی شده. بیاتریس میگه من تا حالا 14 بار عمل جراحی انجام دادم و تو همون کلابی هم کار میکردش که ماری رفته بود استخدام بشه. همونجا باهاش آشنا شده. میگه که من یکی از دوستام خیلی از کارت خوشش اومده و میخواد یه عملی روش انجام بدی و کلی هم بهت پول میده. حتی بهش $2,000 پول میده فقط برای اینکه با دوستش ملاقات کنه. و خب ماری هم که خیلی پول لازمه قبول میکنتش. همین شب هم پروفسور گرانت که اول فیلمم توی دانشگاه دیدیم بهش زنگ میزنه و خیلی عصبانیه. دوباره کلی این دختر رو تحقیر میکنه و میگه اگه یه بار دیگه سر کلاسام نیای یه کاری میکنم از دانشگاه اخراج شی. اونم خیلی میترسه. بعدم به جای میرسه که قرار دوست بیاتریس رو ببینه. این زن اسمش روبیه و ظاهر شبیه عروسک های بچه هاست. وقتی هم با ماری صحبت میکنن روبی بهش میگه که من این همه ظاهرم رو تغییر دادم تا شبیه عروسک هاشم و مردها اینقدر بهم نگاه جنسی نداشته باشن. الان هم میخوام یه عملی انجام بدم تا دیگه کلن کسی نتونه به شکل جنسی نگاه بکنه. یعنی چی؟ یعنی میخواد مثل این عروسک باربیا قسمت جنسی خودش رو برداره و کلن صاف بشه. نوکه هم میخواد حذفشون کنه. خلاصه که ماری خیلی تعجب کرده، اما وقتی پیشنهاد پول فوق العاده بالایی بهش داده میشه با کله قبول میکنه و دست به کار میشه. توی عمل جراحی تقریبا 5-6 ساعته همه این کارها رو هم انجام میده. وقتی برمیگرده خونه انقدر حالش بده که فقط بالا میاره و میشینه تا یکم استراحت کنه. از روز بعدی هم که میره دانشگاه حالش خیلی بهتره چون دیگه مشکل مالی نداره. توی یکی از کلاساش هم توی مهمونی دعوت میشه. مهمونی که برای استادهای دانشگاهه و دانشجوهای خیلی نمونه و خفن تا بیان اونجا و یکم با هم تبادل نظر کنن. ماری هم خیلی ذوق کرده و شب کلی تیپ میزنه. بعدم یه سر میره پای کامپیوترش و میره وارد سایتی میشه که روبی براش فرستاده، همون دختری که عملش کرده بود. این سایت برای افرادی است که همین تمایلات عجیبو دارن تا ظاهر خودشون شبیه آدمای عجیب غریب کنن و به روایت نگاه دیگران به خودشون تغییر بدن. با اینکه ماری سالهاست دانشجوی پزشکی، دیدن این عکس‌ها حالش رو به هم می‌ریزه.
بعدم به مهمونی میره و همه چیز خیلی خوب داره پیش میره تا جایی که شروع به مشروب خوردن میکنن و یه جا میشینه جلوی استاد گرن تا با هم حرف بزنن. کمی که مشروب بخوره یرفی سرگیجه میره و حالش داره بد میشه. تو سکانس بعد استاد گرنت اونو به اتاق میبره و به شکل اجباری و فوق العاده دردناک باهاش رابطه برقرار میکنه. ماریا منقدر حالش بد که هیچ کاری از دستش بر نمیاد. صبح ولی چشماشو باز میکنه و با دیدن استاد گرنت کنار خودش خیلی به هم میریزه و سری از اونجا خارج میشه. برمیگرده خونه و همه لوازمشو به هم میریزه. تصمیم میگیره کل زندگیشو تغییر بده و دیگه به اون دانشگاه نره. اول از همه هم میره به همون کلابی که میخواست استخدام بشه و با رئیسش یعنی بیلی صحبت میکنه، چون فهمیده بیلی آدم خلافکار فوق العاده حرفه‌ایه. پول زیادی رو به بیلی میده و ازش یه درخواست میکنه. سکانس بعد برگشت خونه و آرایش میکنه و وقتی میاد بیرون میبینیم که دکتر گرنت اونجا بسته شده. بیلی و همکاراش این کارو براش انجام دادن. دکتر گرنت به اتاق میاره و میشینه بالا سرش. بهش میگه میخوام یه کاری کنم که زنده بمونی، ولی از هر لحظه زندگیت استفاده کنی و بیشتر از خودت متنفر شی. تو سکانس های فوق العاده دردناک یه سری عمل وحشتناک روی دکتر انجام میده، ولی نمیدونیم چی ان. حالا مدت ها میگذره و میبینیم که ماری دیگه دانشگاه رو کنار گذاشته و از اون طرف هم به عنوان یه جراح زیبایی معروف شناخته میشه. روبی، بیاتریس و افرادی که شبیه اونان میان پیش ماری تا هر کاری که دلشون میخواد رو براشون انجام بده. حتی ماری یه دونه نگهبان هم برای خودش استخدام کرده تا اگه کسی اومد یا نخواست بهش پول بده بزنه بالا سرش. یه روز که از خونه میاد بیرون، کارگاه پلیس دم در منتظرشه. کارگاهی که مسئول پرونده گم شدن دکتر گرنته و انگاری هیچ کس نمیدونه چه بلایی سرش اومده یا اصلا کجاست. ماری به عنوان آخرین کسی که با دکتر گرنت دیده شده خیلی مورد شک قرار گرفته و کارگاه هم از چیزی سوال میپرسه، اما مری به شکل کاملا حرفه‌ای جوابشو میده و تا حدودی شکار از خودش برطرف میکنه. از طرفی هم خوشحال میشه به خاطر اینکه کارگاه میگه توی این تحقیق و بررسیامون کلی مدرک مختلف پیدا کردیم و فهمیدیم که دکتر گرنت چه بلایی سر دانشجوهاش میآورده. حتی یه فیلم هم از خود تو گرفته بوده و اونم الان دست ماست. همین شب میبینیم که ماری به همون کلاب میره که قرار بود کار بکنه، اما دیگه به عنوان رقاص اینجا نمیاد و با بیلی هماهنگ کرده و تمام مشتریهاشو اینجا میبینه تا باهاشون قرارداد ببنده. مشتریهایی که هر کدوم یه عمل جراحی خاصی نیاز دارن. دو تا خواهر میان پیشش که دوقلوان و اونا هم یه درخواست عجیبی ازش دارن. میخوان که چون همه چیشون شبیه هم دیگه است، دست چپ خودشونو با هم عوض کنن و خب ماری هم که پیشنهاد پول زیادی بهش میشه قبول میکنه این کارو براشون انجام بده. وقت جراحی هم میبینیم که یه دکتر هم استخدام کرده تا بهش کمک برسونه. خیلی ساده هم این کارو انجام میدن و دوباره توی سکانس حال به هم زن میبینیم که دست چپ این دوتا رو با هم عوض میکنن و عمل با موفقیت انجام میشه. بعدم ماری به خونه برمیگرده و میبینیم که یه اتاق مخفی پشت این خونه داره و با سکانس وحشتناکی مواجه میشیم. دکتر گرنت هنوز زنده است، منتها دیگه دست و پا نداره و قسمت های جنسیش هم ازش جدا شده. این کارو ماری برای انتقام باهاش انجام داده و همینطوری زنده نگه داشتنش تا فقط عذاب بکشه. هر از چنگاهی هم میاد اینجا تا با یه سری جمله و حرفای عجیبتر بیشتر حال این مردم هم بریزه. منتها این بار حواسش به یه چیز نبوده، اینکه وقتی میخواسته بیاد توی زیر زمین یه دونه از نگهبانای این محل دیدتش رو تعقیبش کرده. نگهبان یهو بهش حمله میکنه و میخواد دکتر رو نجات بده، اما خب ماری از اون سرنگ تره. با یه تیغ جراحی انقدر نگهبانو میزنه که جلوی چشمای دکتر گرنت از بین میره. دکتر گرنتی که حالا از اون بالا افتاده رو زمین و داره سینه خیز ازش فرار میکنه و ماری به آرومی میره سمتش. بالا سرش وای میسه و با تیغ جراحی کارشو برای همیشه تموم میکنه. این وسط بیلی صاحب همون کلاب هم میبینیم. رفته به دانشگاهی که ماری توش کار میکرد و یکی دیگه از استاداشو دزدیده. استادی که فهمیده وقتی ماری اونجا درس میخونده مثل دکتر گرنت بهش چشم داشته. با اینکه این بار ماری کاری به قضیه نداره، ولی بیلی انگاری عاشق ماری شده و برای همین که بخواد انتقامشو بگیره رفته اون دکتر رو دزدیده و کلی کتکش میزنه. از طرفی هم روبیو میبینیم، همون دختری که میخواست شبیه عروسک باربی بشه. بالاخره شوهرش انگاری از یه سفر برمیگرده و میبینتش. روبی لباسشو در میاره و نشون میده چه عملی انجام داده. شوهرش از اینکه دیگه نمیتونه هیچ رابطه‌ای با همسرش داشته باشه فوق العاده به هم میریزه و عصبانی میشه. بعدم ماریو میبینیم که با همون بادیگارد مو بلندش داره صحبت میکنه. بهش میگه که اون نگهبان دیدشو چه بلایی سرش آورده. انگار این بادیگارد در جریان همه چی است. اونم بهش میگه که نگران نباش، من اونو سر به نیستش میکنم و هیچ کم قراره چیزی بفهمه. تو هم عذاب وجدان نداشته باش، چون مجبور بودی این کارو انجام بدی. یکی دو روز قضیه گذشته و دوباره کارگاه پلیس به دیدن ماری میاد. ازش
میخواد که یه جوری کمکش بکنه چون هیچ سرنخ دیگه از دکتر گرنت نداره و همچنان ماری به عنوان مظنون اصلیه چون آخرین نفریه که اونو دیدتش. بازم ماری حرفی نداره بهش بزنه و کارگاه از اونجا میره. قبل رفتنم میگه یکی دیگه از استادهای دانشگاه هم دیروز ناپدید شد و معلوم نیست چه بلایی سرش اومده. همون کسی که میدونیم بیل دزدیدتش، اما خب ماری از قضیه بی خبر بود. بعد رفتنش تلفن ماری زنگ میخوره و یه خبر خیلی دردناک میشنوه. مادر بزرگش که خیلی دوستش داشته جونش رو از دست داده. این شب ماری یه گوشه فقط میشینه و هیچ کاری انجام نمیده و همچنان تو شوکه. بعد مدتی بلند میشه و به کلاب بیلی میره. میبینه که بیلی داره با یکی از رقاصاش رابطه برقرار میکنه. انگار حالا ماری هم از این بیلی خوشش اومده بود و یکم ناراحت میشه. شروع به صحبت میکنن و ماری میگه که میدونم اون دکتره رو تو دزدیدیش، ولی چرا؟ بیلی جواب نمیده. یه دفعه نگاه ماری به همون رقاص میفته که چند لحظه پیش بیلی داشت باش رابطه برقرار میکرد. میدوه دنبالش توی دستشویی و شروع میکنه به زدنش. در همین حالم به دوربینی زل میزنه که مطمئن بیلی داره از اون نگاهش میکنه. انگار میخواد اینطوری بهش بفهمونه نباید بدون من کاری انجام بدی، وگرنه خیلی بلاهای بدی سرت میاد. بعد برمیگره پیش بیلی و میگه یکم ازم میترسی؟ نه من خیلی به نظرت عجیب غریبم. اما بیلی میگه نه تو هیچ وقت نمیتونی منو بترسونی. یکم میگه با هم حرف زن و اینجا ماری میفهمه که بیاتریس، همون کسی که اصلا آورده بودش تو این جریان و خیلی قیافه عجیب غریبی هم داشت، امشب نیومده سر کار و این خیلی عجیبه چون هیچ وقت سابقه نداشته. شب برمیگرده خونه و نگرانه که تلفنش زنگ میخوره. بیاتریس پشت خطه با صدای بریده بریده میگه که شوهر روبی فهمیده که تو چه عملی روی زنش انجام دادی و دیگه نمیتونه باهاش رابطه داشته باشه. خیلی عصبانیه. فهمیده بود که من شما رو تا راه آشنا کردم و امروز منه بود پیشم. انقدر به هم ضربه زره که من داره کارم تموم میشه. فقط مراقب خودت باش که داره میاد سراغ تو. همین که تلفن رو قطع میکنه میبینه که شوهر روبی اون طرف وایساده و یهو بهش حمله میکنه. ضربه به پهلوی ماری میزنه و اونم با عصبانیت به مرد حمله میکنه و با دندوناش گردن مرد رو میبره. حالا کارمون تمومه و ماری هم سینه خیز خودش رو به اتاق جراحیش میرسونه. میخواد زخم خودش رو بقیه کنه، اما انقدر ازش خون رفته که از حال میره و کارمون هم تموم میشه. چند ساعت بعد مامورهای پلیس هم به اینجا اومدن که انگار بیاتریس قبل اینکه از بین بره بهشون خبر داده بوده. مامورها جنازه شوهر روبی و ماریو میبینن. اون طرف هم یه دفتری پیدا میکنن که ماری توش کلی عکس چسبونده. عکس هایی از بلاهایی که سر دکتر گرنت آورده و روز به روز همشون رو اینجا میذاشته. همه چیز به بدترین شکل تموم شده و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اصلا جراحی زیبایی یه چیز خیلی عجیب غریب و واقعا منظرم ترسناکه. این فیلم هم در مورد همین صحبت میکنه، هم در مورد نگاه جنسی بعضی آدم ها به هم دیگه. کسایی که توی فیلم میبینیم هر کدومشون به شکلی دارن توسط نگاه جنسی جنس مخالفشون عذاب میکشن و در آخر هم همین جونشون رو ازشون میگیره. مهمتر نشون همون دختری بود که کلا گفت میخوام عمل بکنم تا اندامهای جنسیم از بین بره، دیگه کسی به من اینطوری نگاه نکنه و منظورش هم شوهر خودش بود. اینم دیدیم وقتی که همچی کاریو انجام داد شوهرش زد به سیم و آخر کلا رفت بالا سر بقیه. قربانی دیگمون شخصیت اصلی فیلم همون ماری بوده. ماری به خاطر نگاه بد پروفسورهای دانشگاهش اون بالا سرش اومد و اصلا همین ازش یه ویلین یا ضد قهرمان ساخت که همچی کارهایی رو انجام بده. اینم فقط به زنها ختم نمیشه. ببینیم مردهایی میان پیش ماریو میخوان عمل جراحی انجام بدن. اصلا کسایی که میان پیش ماری تا عمل جراحی انجام بدن به دو دسته تقسیم میشن. یه سریشون اونایی ان که میخوان نگاه دیگران رو خودشون بردارن و به عنوان یه فریک یا عجیب غریب خودشون به نمایش بذارن. دسته دوم هم میخوان خودشون به شکل یه فریک و همون عجیب و غریب نمایش بدن، اما برای اینکه نگاه افراد غریبه رو به خودشون جلب کنن، بگن که چقدر یارو خفنه مثلا با بقیه فرق داره. دقیقاً میبینید جفتشون یه هدف دارن ولی به یه دونه دلیل متفاوت. خلاص این فیلم میاد از همون نگاه های جنسی یا سکشوالیزیشن استفاده میکنه و اینو نشون میده که چه بلایی ممکنه سر آدم های دیگه بیاد اگه همه آدما همو با این چشم نگاه بکنن. فیلم جالبیه. اسلشر من خب طبق معمول توی کانال نمیتونم همه صحنه هاشو بذارم، باید خیلی جای سانسور بشه. اگر دوست داشتید بیاید توی کانال تلگرام، لینک دانلود کاملش رو براتون قرار میدم. مرسی هستید با کانال، خیلی دوستتون دارم. یکم هول بریدم میریم رو 8000 تا. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. روزتونم گلسی.